خب همونطور که حتما شنیدید این روزها در برخی حرفها و استدلالها به وفور عباراتی همچون فعالیت‌های مدنی و نوع حکومت بماند برای آینده، همبستگی عمومی و خشونت پرهیزی زیاد شنیده میشه. در این فرصت دکتر صادق پشفروش رو با خودمون داریم تا موضوع خشونت پرهیزی رو زیر ذره بین ببریم که چرا در بحبوحه قیام شعار خشونت پرهیزی دامن زده میشه و کلا و اساسا خشونت پرهیزی چی هستش. درود بر شما آقای صادق پشفروش و ممنون از اینکه در این برنامه حضور دارین. دکتر صادق اگر بله شما بفرمایید تا من سوال مطرح کنم. میخواستم مقدمتا سلام کنم خدمت بینندگان عزیز و سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی و بهروزی براتون. در خدمت شما هستم که برنامه امروز رو با هم داشته باشیم. درود بر شما، خدمت از ماست. دکتر خوب، همونطور که اشاره شد این روزا این موضوع خشونت پرهیزی به وفور استفاده میشه و ما این رو میشویم مثلا در فضای مجازی. سوال اینه که این استدلال چه کسانی هست و که این خشونت پرهیزی رو تبلیغ و ترویج میکنند؟ بله، خب جماعتی هستند که تئوری پردازان در واقع ضد خشونت هستند و حرفشون اینه که اگر در مقابل این رژیم وحشی و خشن و پاسدارانش ما هم ایستادگی بکنیم و بایستیم و حرکاتمون توأم با قهر و خشونت باشه، خب طبعا این بهانه بیشتری میده به دست این رژیم که این در واقع بتونه به خشونت بیشتری دامن بزنه. خب این موجب در واقع خشونت بیشتری از جانب همین پاسدارا میشه و استدلال میکنن بنابراین باید به حرکاتی رو بیاریم و وارد شیوه‌ای از مبارزه بشیم که در اون هیچ قهر و خشونتی نباشه و اصل حرف اینه. مثلا اعتراضات مدنی از مدل پیاده روی در پیاده روها یا اینکه اعتراضات با سکوت و یا اینکه حرکاتی مثل در واقع بوق زدن خودروها تا اینکه ما باعث خشونت از جانب این پاسداران و سرکوبگران نشیم، تا ساچمه نخوریم، تا باتوم نخوریم و حرفشون اینه که در روند و گسترش اعتراضات و به خیابان آمدن مردم این خود باعث سرنگونی این رژیم میشه و اصل حرف اینا در واقع همین هست. بله ممنون که خیلی خلاصه ولی کامل توضیح دادید. اما سوال بعدی اینه که در اون طرف این بحث کسانی هستن که تو این تئوری خشونت پرهیزی رو رد میکنن، استدلال اونها چیه؟ بله، خب حرفشون اینه که اونا مبنا رو بر این گذاشتن که این مشی خشونت در واقع مبناش خود مردم هستن، اینا هستن که در واقع باعث میشن که طرف مقابل یعنی این رژیم صفاک هم دچار خشونت بشن و اگر اینها یعنی مردم خشونت نکنن و با شیوه های قهر وارد نشن، خب این رژیم صفاک هم به هیچ وجه خشونت و قهری به کار نمیبره. خب برای این افراد باید مثال هایی رو از همین دهه اخیر دهه های اخیر رو برد و مثلا 30 خرداد رو یادآوری کرد که 500,000 نفر از مردم با فقط شعار و با دست خالی به خیابان‌ها آمدند و در مقابل نظام پلید خمینی آمدند، خواهان آزادی بودند و دیدیم که در میدان فردوسی این رژیم پاسدارانش با فرمان خمینی همه رو به گلوله بست و کشتار بزرگی از مردم رو ایجاد کرد و تعداد زیادی رو در همان خیابان اعدام کرد و بسیاری رو حتی اعدام کرد بدون اینکه اینها اسمشون رو گفته باشن. و یا فرض کنید مثال دیگری که اگر بخوام بیارم، 2 سال از سال 58 تا 60 مبارزه سیاسی وجود داشت که
در واقع هیچ خشونتی در اون از جانب معترضین و آزادی خواهان وجود نداشت که بیش از 50 شهید در شهرهای مختلف داده شد. خب میبینیم این هم یک نمونه ایه که با دست خالی مردم میامدن، خواهان آزادی بودن، ولی پاسخ اون رو با دشنه و گلوله رژیم میداد. یا سال 98 مگر مردم مسلح بودند؟ در ظرف دو روز بیش از 1500 نفر رو خامنه ای قتل عام کرد و همینطور سالهای قبل و اعتراضات دیگه. همین اعتراض که الان وارد ماه هفتمش شدیم که نزدیک 750 شهید دادیم، مگر اعتراضات مردم بجز اینکه خواهان آزادی بودن، خواهان حل مسائل معیشتیشون بودن، چیز دیگه ای بوده؟ خب اینها در واقع نشون میده که این رژیم در واقع به این صورت نیست که اگر ما اعتراض مدنی و مسالمت آمیز بکنیم، بافت و ساخت این رژیم بتونه به اون پاسخ بده، به اون خواست پاسخ بده. اما بذارید من تجربه جنبش های دیگه رو هم ببینم توضیح بدم. مثلا جنبش مقاومت فرانسه و یا مقاومت ایتالیا در مقابل فاشیسم در واقع که وجود داشت در اون موقع، مگر اینها جز با بکارگیری سلاح تونستن راه مقابله با هیتلر و موسولینی رو باز کنن؟ خیر، این مسیری بود که در واقع خود این دشمن تحمیل کرده بود. تصور کنید ایجاد یک شیوه مبارزه مسالمت آمیز و مدنی در اون موقع بسیار باعث خوشحالی هیتلر و موسولینی میشد، کما اینکه الان هم هر نوع شیوه مدنی و مسالمت آمیز و بدون قهر بسیار باعث خوشحالی خامنه ای و پاسدارانش میشه و در واقع اونها هم خواهان همین هستن، همین رو میخوان، قهقه میزنن که از اینکه مردم با بیان و راهپیمایی های سکوت انجام بدن و در واقع هیچ آزاری، هیچ صدمه ای در واقع و هیچ خشی به این نظام پلیدش وارد نشه. اما بگذارید بریم سراغ قوانین بین المللی که در این مورد ببینیم به چه صورت بیان میکنه. در واقع این قوانین حق مشروع مقاومت رو برای مردم به رسمیت میشناسه و میگن به طور مشخص در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که باید حقوق مصرح در این اعلامیه رعایت شود تا بشر برای تحقق اون مجبور نشود دست به سلاح ببرد. حقوق بشر باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد تا اینکه بشر به عنوان آخرین راه چاره، تأکید میکنم به عنوان آخرین راه چاره، ناگزیر از قیام علیه خودکامگی و سرکوب نشود. اما بذارید بیانیه استقلال آمریکا رو هم قسمتیش رو براتون یادآور کنم که میگه هر زمان که هر دولتی علیه این حقوق، یعنی برابری، آزادی و دنبال کردن هدف رسیدن به خوشبختی عمل کند، این حق مردم است که اون دولت را عوض یا داغان کند. خب میبینین مردم ایران هم الان اسیر حاکمیتی شدند که بزرگترین ناقض حقوق بشره، حاکمیتی که در واقع الان میبینیم ابتدایی ترین حقوق مردم رو نقض میکنه و هیچ چیزی برای این مردم باقی نگذاشته. بنابراین این مقاومت یک انتخاب بیشتر نداره، اون هم حق دفاع مشروع. در واقع این حق دفاع مشروع یک ضرورته، یک حق مشروعه که تنها مسیریه که در واقع دیکتاتور باعث شده که ما در اون مسیر قرار بگیریم. اینم بگم که این دلدادگان خشونت پرهیزی، این که حرفشون اینه که انتظار دارن که این رژیم روزی روزگار این نظام پلید از درون بپاشه یا منتظر ریزش نیروهای سپاه پاسداران هستن و تا اینکه این نظام درش تغییر ایجاد بشه. و حرفشون هم اینه که باید بگذاریم که مردم با اعتصاب و اعتراضات
اونقدر قوی بشن که بتونن این اعتراضات و اعتصاباتشون که شکل میلیونی به خود بگیره مثل زمان شاه و همین باعث سرنگونی این رژیم بشه، یا اینکه بگذاریم تا یک قدرت خارجی وارد بشه و بتونه این نظام رو سرکوب کنه. و البته میبینیم همه اینا حرفشون رو به نیروی پیشتازه که در مقابل کشتار، اعدام و سرکوب میگن ایستادگی نکنید، کاری نکنید که باعث خشونت بیشتر این نظام پلید که در ذاتش در واقع کشتار و سرکوبه بشه. و باید منتظر موند، دست به دعا برداشت که این فروپاشی از درون این نظام صورت بگیره. خب بنابراین وقتی که ما چنین انتظاری از یک نیروی خارجی داریم و یا انتظار داریم که روزی به شکل خود به خودی این رژیم در واقع فرو بریزه، خب حرف اینه، خب پس چرا وارد میدان بشیم؟ چرا قیمت بدیم؟ چرا سر و جان را فدای این مقاومت بکنیم؟ چرا باید به خیابان‌ها بیاییم؟ و حرف اینه، نیایید به خانه هاتون برید و نباید از خودتون در مقابل سرکوب دفاع بکنید و نباید شما خشونت رو با قهر پاسخ بدید. باید صبر کنید تا این نظام به شکل خود به خودی در یک روزی که معلوم نیست اون روز کی است، این ضعیف بشه و فرو بریزه و شاید روزی او اجازه تظاهرات میلیونی بده و با اون تظاهرات اون سرنگون بشه. خب حرفشون هم اینه که ته خط به رژیم میگن که تو میتونی سرکوب کنی، تو میتونی خشونت نشون بدی و با دست باز میتونی مردم رو که اعتراض میکنن برای خواسته های برحقشون سرکوب کنی و نگران نباش، چرا که از ما عکس العملی جز مسالمت نخواهید دید. این در واقع حرف این منادیان خشونت پرهیزه که رو به قیامگران هم میگن خودتون رو به کشتن ندید، نباید با این رژیم به این صورت مقابله کرد. اصل حرف این تئوری پردازان در واقع حفظ خود این نظام هست ولا غیر. بله دکتر، خب با توجه به نکاتی که گفتین، فاکت‌های تاریخی و حقوقی بین‌المللی که آوردین، از این بحث امروزمون چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟ بله، اگه ما خوب موشکافی کنیم این در واقع حامیان خشونت پرهیزی رو، میبینیم که اونا یک حرف بیشتر ندارن، اون هم خاموش کردن مقاومت. میگن برید زندگیتونو بکنید. همین حرفای اخیر این بچه شاه بود، گفت خب صدای شما رو شنیدن، الان برای چی میخواین ساچمه بخورید؟ برای چی میخواین گاز اشکاور بخورید؟ برای چی میخواین در مدارس مسموم بشین؟ به خانه هاتون برید و منتظر باشید. این در واقع بیشترین و بهترین شیرینی برای این نظام پلیده. شما بیاین نگاه کنید به اعتراضات فرهنگیان، معلمین در سال گذشته. خب اینا به خیابون ها اومدن، شعارهاشون هم شعارهای صنفی و خواستار افزایش حقوق بودن، ولی سرانجام کار اینها رو دیدیم که برای بسیاری از اینها پرونده تشکیل دادن، تعدادی رو دستگیر کردن، تعدادی رو اخراج کردن. و به این صورت وقتی میبینیم سرانجام اینه، خب باید رفت سراغ شیوه های دیگه. خب این یک نمونه مشخصی از یک اعتراض مدنیه. خب بنابراین باید گفت که خشونت پریزی تئوریش در جهت حفظ نظام حاکمه و نهایتا محصولش اینه که به خشونت ورزان نباید کاری داشته باشید، بگذارید اونها اعدام کنن، شکنجه کنن و در خیابان مردم رو به گلوله ببندن، بگذارید پسران و جوانان رو کور کنن، بگذارید در بلوچستان در اون جمعه خونین مردم رو به گلوله ببندند و بسیاری اعمال خشونتباری که این نظام پلید روزانه انجام
میده. شما نباید پاسخ بدید، شما نباید مقابله بکنید، وگرنه این باعث خشونت بیشتر این نظام میشه. بنابراین نتیجه این که دوران این که این رژیم با آمدن میلیونی مردم به خیابان به سرنگونی نهایت و فرجامش خواهد بود به سر اومده. ما چنین آینده ای رو نخواهیم داشت و تاریخ جنبش های مدنی این چنینی بخصوص با این نظام صفاکی که 14 هست مردم رو در واقع مورد شکنجه و قتل و آزار و زندان قرار داده به سر رسیده. و در واقع در سال 1402 ما دو راه و دو مسیر بیشتر نداریم. اولا اینکه افشا کنیم مروجان این خشونت پرهیزی رو تا دکان اونها تخته بشه. دوم اینکه با آتش حد اکثر، با سازماندهی و آتش سازمان یافته و در ارتباط با هم و پیوسته با کانونهای شورشی ما میتوانیم این نظام پلید رو سرنگون کنیم. و نویدی که در سال 1402 میدیم همینه که این رژیم رو میشه با همین شیوه به زیر کشید و لا غیر. برای درود بر شما دکتر صادق عزیز، ممنون از توضیحات کاملی که در رابطه با این بحث دادید. ممنون از شما. خواهش می‌کنم.